سرخط خبرها. استقبال کاخ سفید از آزاد شدن مایکل وایت، نظامی زندانی در ایران. ترامپ میگوید توافق ممکن است ظریف، اما میگوید تهران قبلا توافق کرده بود. شیوع کرونا در آمریکای جنوبی در حال گسترش است. بحران در مکزیک با بیش از 800 مورد مرگ و 4000 ابتلای جدید. از مراتع و جنگل‌های زاگرس تا پارک‌های پایتخت، منشأ آتشی که به جان طبیعت ایران افتاده کجاست؟ و سازهایی که با فاصله می‌نوازند، اولین اجرا بعد از تعطیلی استودیوی ابی‌رود لندن. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش با آزادی مایکل وایت، شهروند و نظامی سابق آمریکایی که در ایران زندانی بود، از حکومت ایران تشکر کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست برای مذاکرات بیشتر و توافق منتظر نتیجه انتخابات آمریکا نباشند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در پاسخ با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفته تصمیم بازگشت به توافق با آمریکا است. آزادی مایکل وایت همزمان با آزادی مجید طاهری، شهروند ایرانی آمریکایی متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود. آمریکا پیشتر مجید طاهری، دیگر زندانی ایرانی در آمریکا را هم آزاد کرده بود. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. سپاسگزاری مایکل وایت، شهروند آمریکایی، از تلاش‌های دیپلماتیک دولت آمریکا برای آزادی او از زندان ایران. مایکل وایت که ساکن کالیفرنیا است، سرباز سابق نیروی دریایی آمریکا بوده و نزدیک به 2 سال پیش در مشهد دستگیر شد. اتهام او توهین به رهبر و انتشار عکس خصوصی بود. این عکسی است که از او در فضای مجازی منتشر شده، در کنار یک دختر ایرانی که گفته می شود برای دیدار او به ایران سفر کرده بود. مشخصات دختر نامعلوم است و کسی از او خبری ندارد. رهایی مایکل وایت، نظامی سابق آمریکایی، در ازای آزادی مجید طاهری، پزشک ایرانی آمریکایی متهم به نقض تحریم‌ها انجام گرفته. دونالد ترامپ در ساعات اولیه بعد از آزادی آقای وایت در توییتی از دولت ایران تشکر کرد و نوشت توافق با این حکومت ممکن است. الان با مایکل وایت، گروگان سابق آمریکایی، صحبت کردم. او بعد از آزادی از ایران در زوریخ است و به زودی سوار یک هواپیمای آمریکایی خواهد شد و به خانه باز خواهد گشت، به ایالات متحده آمریکا. از زمانی که رئیس جمهور شده ام، بیش از 40 آمریکایی گروگان و زندانی را آزاد و به خانه بازگردانده ایم. از ایران تشکر می کنم. این نشان داد که توافق ممکن است. این توییت دیگر ترامپ است. هم طعنه به ایران و هم دست دوستی در 36 کلمه. برای توافق منتظر نتیجه انتخابات آمریکا نمانید. من در انتخابات برنده می شوم. الان شما به توافق بهتری می توانید برسید. هفته پیش سیروس عسکری، استاد دانشگاه صنعتی شریف، که از اتهام سرقت اسرار تجاری تبرئه شده بود ولی به خاطر مشکل ویزا در آمریکا در بازداشت به سر می برد، هم آزاد شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که برای آزادی او تبادل زندانی صورت نگرفته. سال گذشته هم دولت ایران ژیو وانگ، شهروند آمریکایی را که به اتهام جاسوسی در زندان ایران بود، آزاد کرد. آمریکا هم در مقابل مسعود سلیمانی، ایرانی متهم به نقض تحریم‌ها، را به ایران بازگرداند. حالا وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی دیگر زندانیان آمریکایی در ایران شده. زندانیانی مانند سیامک و باقر نمازی، فعالان اقتصادی و مراد تاهباز، کارشناس محیط زیست. جمهوری اسلامی سال هاست متهم است با دستگیری دو تابعیتی ها مقاصد دیپلماتیک خود را دنبال می کند. اتهامی که ایران رد می کند و در عوض امریکا را به بازداشت سیاسی ایرانی ها متهم می کند. به نظر می رسد رایزنی های دیپلماتیک ایران و امریکا به دور از لنز دوربین در جریان است و شاید آزادی های دیگری هم در پیش باشد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. برای صحبت بیشتر در این باره، مهدی احمدی، روزنامه‌نگار از تورین ایتالیا، با ما هستن. آقای احمدی، به نظر میاد که آقای ترامپ آزادی مایکل وایت رو پیروزی مهمی برای خودش تلقی میکنه. آیا واقعا ایران انعطاف نشون داده به او؟
والا من بعید میدونم، چون به هر حال شرایطی که الان ایران و آمریکا دارن بسیار شرایط پیچیده ای است، حداقل از زمانی که آقای ترامپ بر سر کار آمد و شروط 12 گانه‌ای که آقای پومپئو اعلام کرد، این پیچیدگی و کلاف سردرگم مذاکرات آمریکا رو بسیار بسیار در واقع سخت‌تر کرد. روزنامه کیهان چند سال پیش یک مقاله نوشت، در این مقاله اعلام کرد که ایران هیچ وقت پشت یا در واقع سر میز مذاکره ای که قرار باشه فقط برد برد باشد نخواهد رفت و فقط احتمالاً ما دنبال یک مذاکره یکسان یعنی برابر برابر هستیم. و این تبادل زندانی ها هم به نظر من تنها چیزی هست، تنها امکانی هست که این دو کشور در حال حاضر میتونن انجام بدن، چون در صحنه بین المللی و منطقه‌ای طبیعتاً اونقدر تضاد منافع و تضاد استراتژی اینها دارن که بعید هست که به این سادگی اونها بتونن بر سر کار یا در واقع بر سر مسئله کلی توافق بکنن. این مسئله برای آقای ترامپ در یک نگاه کوتاه مدت بله شاید بتونه یک افتخار یا در واقع یک برد باشه، حتی با توجه به اعتراضاتی که در آمریکا هست و همچنین شرایطی که خب جمهوری اسلامی در حال حاضر داره. آقای ترامپ احتمالاً به دنبال یک مذاکره محدود و حساب شده است، اما خب جمهوری اسلامی همچنان اون رویه خودش که منتظر انتخابات هست تا بعد از انتخابات 100% تصمیم گیری بکنه رو ظاهرا هنوز موضوع این هست که همزمان به نظر میاد که خب همطور که اشاره کردید به خاطر انتخابات برای آقای ترامپ خیلی مهم هست که وارد گفتگو بشه با ایران و به نظر میاد که در نظر داره که به خاطر اینکه این گفتگو به نتیجه برسه و اون بتونه نتیجه از این نتیجه در انتخابات استفاده کنه، حاضره که به ایران امتیاز بده. آیا ممکنه که ایران این رو متصور بشه که خوب هست که قبل از انتخابات وارد گفتگو با آقای ترامپ بشه، یا فکر میکنید نه؟ به نظرم نه، به خاطر که عرض کردم که شکل تضادی که در منطقه حداقل ایران و آمریکا دارن بسیار تضاد بالایی هست. آمریکا اگر قرار بود که یا ایران اگر قرار بود که بحث مذاکره رو قبول بکنه، در برجام اینها باید با هم به یک توافق می‌رسیدن. الان بحث اینها بحث موشکی و بحث گروه‌های نیابتی ایران هست که خب طبیعتاً آمریکا حاضر نیست زیر بار این امکان‌های ایران بره. جمهوری اسلامی هم به لحاظ حیثیتی بسیار از برگ‌های خودش روی همین دو موضوع گذاشته، چون بحث هستی رو خب کلاً کنار گذاشت. به خاطر همین هم به نظر من جمهوری اسلامی و آمریکا طبیعتاً روی مسئله توفیقی نخواهند داشت. متشکرم از شما مهدی احمدی، روزنامه‌نگار در تورین ایتالیا با ما. در حالی که بیشتر کشورهای اروپایی محدودیت‌های اعمال شده به دلیل شیوع کرونا را کم کم برمی‌دارند، در آمریکای لاتین وضعیت وخیم شده. برزیل اعلام کرده در 24 ساعت گذشته رکورد مرگ بر اثر ابتلا به کرونا را شکسته است. در این کشور تاکنون 34 هزار نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 کشته شدند. برزیل از نظر شمار موارد مرگ بعد از ایالات متحده و بریتانیا در رتبه سوم قرار دارد. فرین ناصمی گزارش می‌دهد. برزیل حالا سومین کشوری است که بیشترین تعداد کشته‌ها را بر اثر کرونا دارد. در ماه آوریل نزدیک به 800 هزار جسد را خاک کردند، یعنی 4 برابر متوسط ماهانه مرگ در این کشور. این روزها مراسم خاکسپاری وجود ندارد. جسدها مستقیم به گورستان می‌روند. فقط 2 عضو خانواده می‌توانند در هنگام دفن حضور داشته باشند. خداحافظی با عزیزان هم در دوران کرونا سخت‌تر شده. بیمارستان ها هم شلوغ هستند. به محض اینکه تختی خالی می شود، بیمار جدیدی تخت را اشغال می کند. پزشکان هم برای درمان بیماران به ابتکارات جدیدی مانند این روی آوردند. جایر بولسونارو، رئیس جمهوری راستگرای افراطی برزیل، اما همچنان منتقد سیاست های ماندن در خانه و قرنطینه است. اینجا در مکزیک هم وضعیت بسیار نگران کننده است. کشته ها در تعداد زیاد در این کشور دفن می شوند. مکزیک برای 2 روز متوالی رکورد ابتلا به کووید 19 را شکسته، با تعداد 4442 نفر مبتلا. در تونس عبادتگاه ها، بارها، رستوران ها و هتل ها بازگشایی شدند. این نخستین بار است که از ماه مارس تا کنون موردی از ابتلا به کرونا در این کشور گزارش نشده. از ابتدای شیوع کرونا در این کشور 45 نفر جان خود را از دست دادند. مقام های تونس میگویند اقتصاد این کشور چنان ضربه بدی از کرونا خورده که از زمان استقلال این کشور در سال 1956 بی سابقه بوده.
اینجا در مادرید ساکنان شهر بی‌صبرانه منتظر ورود به مرحله بعدی برداشته شدن محدودیت‌ها هستند. قرار است دولت اسپانیا اعلام کند کدام مناطق شامل این مرحله می‌شوند. در مرحله جدید تئاترها، سینماها و موزه ها بازگشایی می شوند، اما فقط از 1/3 ظرفیت آنها استفاده خواهد شد. بعضی از اسپانیایی ها معتقدند با اینکه خطر شیوع دوباره کرونا وجود دارد، زمان آن رسیده که اقتصاد ضربه خورده این کشور دوباره تقویت شود. جمهوری چک که از زمان شیوع کرونا قوانین بسیار سختگیرانه گذاشته بود، امروز مرزهایش را با اتریش و مجارستان به طور کامل باز کرد. با این حال قوانین سختگیرانه برای ورود به آلمان همچنان ادامه دارد. همزمان در چین که اعلام کرده تا دیروز موردی از ابتلا به کرونا که از طریق انتقال در خاک کشور صورت گرفته باشد گزارش نشده، تلاش برای ساختن واکسن ادامه دارد. دانشمندان چینی میگویند واکسن کرونا تا اواخر سال یا اوایل سال آینده آماده نخواهد شد. در هند با وجود آمار بالای مبتلایان به کرونا، پاساژها، عبادتگاه‌ها و رستوران‌ها از 3 روز دیگر بازگشایی خواهند شد. تنها در روز شنبه در این کشور نزدیک 8000 مورد جدید ابتلا به کووید 19 گزارش شد. با این حال دولت میگوید بیشتر موارد در مناطق روستایی بودند و این مناطق همچنان در قرنطینه خواهند ماند. در بریتانیا بر اساس تستی که از 19000 نفر انجام شده، برابر شده تعداد مبتلایان به روزی 5600 نفر کاهش پیدا کرده. بر اساس این برآورد، هفته گذشته تعداد مبتلایان روزی 8000 نفر بود. از شهروندانی که از مترو و وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند، خواسته شده صورت خود را با ماسک بپوشانند. اینجا هنگ کنگ است و اینها ماسک‌هایی که آب دریا آنها را به ساحل آورده. ماسک اما این روزها علاوه بر کمک به جلوگیری از ابتلا به ویروس، به یکی از دردسرهای محیط زیست هم تبدیل شده. فرین آسمی، بی بی سی. همزمان با گسترش دوباره موج کرونا در ایران، رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز گفت 10% از تمام مبتلایان و 7% از آمار فوتی‌های کشور متعلق به خوزستان است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفته با توجه به آمار بررسی‌های صورت گرفته، در 2 هفته اخیر شرایط بسیار بحرانی است و در صورتی که محدودیت‌ها رعایت جدی نشود، با چالش بزرگی روبرو می‌شویم. به گفته آقای حسین پور، در 24 ساعت گذشته 1 نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 در این استان جان خود را از دست داده. بر اساس آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 2886 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. وزارت بهداشت افغانستان از ثبت 915 مورد جدید ابتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. تا کنون مجموعاً نزدیک به 19000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند. اما با وجود گسترش شیوع کرونا در افغانستان، فعالیت هتل‌ها، مراسم عروسی، ورزشگاه‌ها و حمام‌ها در برخی از ولایت‌های شمالی از جمله سرپل و جوزجان ادامه دارد. والی ولایت فاریاب هم در جریان کارزار مبارزه با کرونا به بیماری کووید 19 مبتلا شده است. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. به دنبال آزادی مایکل وایت، نظامی سابق آمریکا در ایران، دونالد ترامپ گفته توافق با تهران ممکن است. با گسترش شیوع کرونا در آمریکای جنوبی، در 24 ساعت گذشته در مکزیک بیش از 800 نفر جانشان را از دست دادند. در ادامه این برنامه، نوای سازها با نوازندگانی در فاصله ابی استودیوی لندن بعد از تعطیلی کرونا بازگشایی شد. در ایران بعد از چند روز آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، امروز گزارش هایی از گسترش این آتش سوزی ها منتشر شده است. آتش سوزی در بعضی از مناطق که از هفته پیش آغاز شده، در نبود امکانات همچنان ادامه دارد. در بعضی از مناطق هم خبر از مهار شدن آتش می رسد. اما در کنار اینها، مواردی هم از آتش سوزی در مراتع کشاورزی و دامداری و حتی پارک ها گزارش شده. اما منشأ این آتش سوزی ها کجاست؟ سیاوش اردلان گزارش می دهد. از آتش سوزی های جنگلی که می دانیم همچنان ادامه دارند، می توان از آتش در جنگل های ماهور شهرستان باشت نام برد. همچنین آتش در منطقه اندیکای خوزستان که مهار شده بود دوباره شعله ور شده و این فیلم از این منطقه نمادی است از کمبود یا اصلا نبود امکانات برای مهار آتش در طبیعت ایران. کوه شلم در منطقه چال سیاه ایلام هم در آتش است. جنگل های زاگرس هفته هاست در نقاط مختلف ایران می سوزد که از بین آنها آتش سوزی در منطقه حفاظت شده خاییز باعث شد نگاه افکار عمومی
به ناتوانی و بیتفاوتی دولت در پیشگیری آتش یا مهار آن معطوف شود. آنطور که مقامات محلی گفتند، عمده این آتش سوزی ها عمدی هستند. ولی از این جنس که کشاورزان پسمانهای خود را آتش می‌زنند و باعث سرایت آتش به دیگر نقاط می‌شوند، یا کشاورزان و دامدارانی که بر سر اختلاف به خاطر قلمروهای خود آتشی برمی‌افروزند که از کنترل خارج می‌شود. در حال حاضر مراتع روستای چپانلو در خراسان شمالی و مراتع سوسن در خوزستان هم آتش گرفتند. کوه دوان از حریق‌هایی که خبر می‌رسد مهار شده‌اند، می‌توان از آتشی یاد کرد که شب گذشته ارتفاعات کازرون و فراشبند را در منطقه بیدمشک در نزدیکی کوه‌های دوان در بر گرفت. ایران این روزها شاهد گرمای شدید هواست و همه جنگل‌ها و مراتع کشور و همینطور نخلستان‌ها مثل این نخلستان روستایی در سیستان و بلوچستان مستعد آتش‌سوزی هستند. چند روز قبل نخلستان چراغان در روستای راسک نیز طعمه یک حریق بزرگ شد. به سختی بتوان حساب همه آتش‌سوزی‌های روزهای اخیر در ایران را نگه داشت. مخصوصاً که آتش‌سوزی‌ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع ایران و آتش‌سوزی در پارک‌ها و مراکز صنعتی و مسکونی و فرهنگی. نمیدونم معلوم نیست قصد آتیش زدن اینجا برفرج اون برفرج کرج. این مشخص نمونه خروار از این گونه موارد آتش سوزی که در روزهای اخیر گزارش شده است. مثلا آتش پارک چیتگر در تهران که مسئولان آتش نشانی گفتن عمدی بوده، و یا آتش در دریاچه خلیج فارس تهران. اونجا که می‌بینید پارک چوبی کیانپارس اهواز. اما مهیب‌ترین آتش پارک ها در پارک چوبی اهواز رخ داده است که آن هم عمدی گزارش شده. زنگ زدیم آتش نشانیه، الان نیم ساعت نیومده. مسئولان آتش نشانی خوزستان از 7 عملیات مهار آتش های بزرگ در این استان طی روزهای اخیر خبر دادند. از جمله اینجا در شرکت فولاد خوزستان و همینطور واحد مسکونی چنیبیه. قدرت تخریب آتش ساکنان تبریز را هم بی‌نصیب نگذاشت و روز چهارشنبه محوطه تاریخی ربع رشیدی را در بر گرفت و دود آن در دیگر نقاط تبریز نیز دیده شد. تعدد موارد آتش‌سوزی باعث شده خیلی‌ها در شبکه‌های اجتماعی به دنبال تئوری توطئه باشند. کار ضد انقلاب است، کار حکومت است و از این قبیل فرضیه‌ها. واقعیت آن است که آتش‌سوزی‌های جنگلی همیشه بوده، با این تفاوت که امسال شاید افکار عمومی به علت اطلاع رسانی‌ها حساس‌تر شده. و آتش‌سوزی‌های صنعتی هم که همیشه آمار بالایی در ایران داشته، حالا به علت همین حساسیت‌ها بیشتر در معرض توجه است. سیاوش اردلان، بی بی سی. برای صحبت بیشتر در این باره ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از ترونهایم نروژ با ما هستند. آقای کرمی، چرا این آتش سوزی ها رو نمیتونند مهار بکنند و همچنان ادامه داره؟ ببینید، کلا محدودی جنگل های زاگرس رو ما اگر از ابتدای قرن تا الان نگاه کنیم، مکرر در حال کاهش بوده. یعنی اینها یک، ما بعد مثل یک بیماری که یک وضعیت خیلی به اصطلاح چی میگن اورژانسی داره، به این جنگل‌ها نگاه کنیم. حتی در شرایط نرمال طبیعتاً مراقبت از چنین جنگل‌هایی باید با ابزارهای خیلی گسترده‌تر صورت بگیره از آن چیزی که یه وضعیت نرمال توش هست. اما برعکسه، یعنی ما به ازای هر 10,000 هکتار باید مثلا یک جنگلبان باشه، توی این منطقه به ازای حدوداً 70-80,000 هکتار یک جنگل وجود داره. یعنی مراقبت یک هفتم یا یک هشتم اون مقدار لازم است، حالا ما اگر این رو یک شاخص در نظر بگیریم. نکته بعد هم پیچیدگی مدیریت یک جایی مثل مناطق جنگلی زاگرس است. من یه مثال بزنم براتون. خب اونجا یکی از گونه‌های اصلی دام که مردم محلی استفاده می‌کنن بز است. سال‌ها مخالفت می‌شد چون بز باعث فرسایش خاک میشه، بوته‌ها رو از لای صخره‌ها می‌کنه و باعث این کار میشه. این دو سال ترسالی بوده، خود مردم محلی رفتن به این سمت که گونه دامداری رو از بز تغییر بدن به گوسفند. حالا چی شده؟ چون ترسالی بوده، بوته‌ها زیاد شده و بز نیست که جمعیت به اصطلاح تعداد این علف‌ها رو کنترل بکنه، این دفعه آتش‌سوزی زیاد شده. یعنی بودن بز فرسایش خاک میاره، نبودن بز احتمال آتش‌سوزی رو بیشتر میکنه. به هر حال اینجا یک مراقبت ویژه‌ای میخواد از نظر مدیریت، بعد محل به محل، منطقه به منطقه. نمیشه یک فرمول کلی داد برای همه زاگرس. تاثیر این آتش‌سوزی ها در نهایت بر محیط زیست ایران چه خواهد بود در بلند مدت؟
دو تا بخش هست، یکی تأثیر بر خود محیط طبیعی، تنوع زیستی، به هر حال بخشی از غنای زیستی ایران این منطقه است که با آتش سوزی کاملا از بین میره. اما دو تا نکته دیگه وجود داره، یکی افزایش جنگل میسوزه، احتمال مثلا لغزش زمین، رانش خاک، احتمال موارد این شکلی خیلی بیشتر میشه، اونم که یک منطقه که یک رشته کوه جوانی است همچنان در حال افزایش ارتفاع، یکی از زلزله خیزترین مناطق ایران است. این خب اون یک مسئله است. مسئله بعدم باز تقلیل منابع آب، یعنی جنگل ها باز میشن به اصطلاح بارشون بالا ذخیره بشه، به تدریج فرو بره توی زمین و احتمال سیل کاهش پیدا بکنه. با این آتش سوزی ها خب این هم به هر حال یک مشکل روزافزونی خواهد شد. متشکرم از شما ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از تورنهایم نروژ. معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد با تایید شلیک پلیس به یک خودرو حامل اتباع پاکستان و افغانستان گفته است آتش‌سوزی این خودرو ارتباطی با اصابت گلوله به لاستیک آن نداشته. در جریان این آتش‌سوزی که دیروز در استان یزد رخ داد 3 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. احمد ترحمی بهابادی گفته آتش‌سوزی این خودرو 8 کیلومتر بعد از اصابت گلوله با لاستیک رخ داده و هیچ ارتباطی با شلیک گلوله نداشت. آقای ترحمی گفته این خودرو یکی از 5 خودرویی بوده که به صورت یک کاروان اتباع غیر مجاز و مواد مخدر حمل می کردند. روین رهنوش همکارم از کابل با ماست در مورد چند و چون این حادثه و اقدامات اخیر دولت افغانستان بهمون بیشتر بگو. روین، در یک 2 روز گذشته تصویرهای آتش گرفتن این خودرو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. روز گذشته با مسئول مهاجرین کنسول افغانستان در تهران گفت که مسئولان ایرانی گفتند که دلیل آتش گرفتن این خودرو سرعت زیاد بوده، اما او گفت که یکی از بازمانده های رویداد مدعی هست که با هدف تیراندازی خودرو هدف تیراندازی مامورین ایرانی قرار گرفته و زمانی که خواهان توقف شدند و راننده توقف نکرده بعد شلیک کردن خودرو هم آتش گرفته. این طرف امروز وزارت خارجه افغانستان در یک اعلامیه گفت که با سفارت افغانستان در تهران و همینطور کنسولگری با دستور داده که برن و در مورد این رویداد تحقیق بکنن و گفت که سفیر افغانستان هم امروز به محل رویداد رفته، ما صحبت کردیم، گفت که به ساحه رویداد رسیده و جزئیات را بعداً شریک میکنه. وزارت خارجه افغانستان گفت که در تلاش است تا اطلاعات دقیق و درست را در این مورد به دست بیاره، بعد طبق اون اطلاعات تصمیم میگیره. این در حال است که هنوز مسئله ادعاهایی که در افغانستان در مورد بر رودخانه انداختن شهروندان افغانستان توسط مرزبانان ایرانی وجود داره و اون طرف هم که با دولت ایران ردش کرده، بین دو طرف حل نشده باقی مانده. همین چند روز پیش هم یک هیئت از وزارت خارجه ایران به کابل آمده بود و با سرپرست وزارت خارجه گفتگو کرد. طبق گفته وزارت خارجه این هیئت وعده کرده که از مجاری ایران هم این موضوع را بررسی بکنه، اما هنوز مشخص نیست که نتیجه تحقیق، آیا تحقیق در این مورد صورت گرفته یا خیر و نتیجه اون تحقیق تا به حال چی شد. گفتی در شبکه‌های اجتماعی عکس ها دست به دست میشه، عکس های این حادثه، آیا این واکنش مردم باعث شده که بیشتر دولت افغانستان پیگیرش این مسائلی باشه؟ واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی خیلی گسترده و اعتراض آمیز بوده، اما دولت افغانستان واکنشش به دلیل این که نتیجه هنوز مشخص نیست خیلی یک واکنش متوازن تا به حال داشته. ولی خب تنها شبکه‌های اجتماعی نه، رسانه‌ها هم این مورد را خیلی دنبال کردن گسترده و در شبکه‌های اجتماعی هم که خیلی بازتاب گسترده داشت. متشکرم از دروین رهنوش در کابل. استودیوی مشهور ابی رود در لندن بعد از چند هفته تعطیلی به خاطر کرونا دوباره کارش را آغاز کرده. این اولین بار بود که این استودیو در تاریخ 90 ساله خود تعطیل می‌شد. خواننده‌های سرشناس زیادی مثل ادوارد الگار، بیتل‌ها و لیدی گاگا در این استودیو آواز خواندند و ترانه‌هاشون رو اونجا ضبط کردند. حالا این استودیو مجبور به خاطر شیوع کرونا و فاصله گذاری اجتماعی روش کارش رو تغییر بده. ویل گومپرز خبرنگار بی بی سی گزارش می‌دهد. جوان 1967 بیتل ها اینجا در استودیوی ابی رود لندن ترانه تنها چیزی که نیاز داری عشق است را ضبط می کنند.
استودیو کاملا پر است. این آن زمان بود، اما حالا اینطور است. راهروهای آن حالا خالی است و از رونق آن روزها چیزی دیده نمی شود. اما همه چیز از بین نرفته. کووید 19 اوضاع را به هم ریخته، اما کار را متوقف نکرده. نوازنده ها دارند باز می گردند، هرچند با تعدادی محدود و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی. به هر حال عبیرود کارش را از سر گرفته. حس خوبی داره. فوق‌العاده است. برای اولین بار از 1931 تعطیل شد. حتی در جنگ جهانی دوم هم تعطیل نشده بود. بازگشایش یه لحظه تاریخیه. خیلی خوششانسیم که استودیو فضای بزرگی داره. معمولاً یک ارکستر 100 نفره رو اینجا داریم، اما حالا اون رو به 40 نفر کاهش دادیم. نوازنده های سازهای زهی ارکستر فیلارمونیک اولین کسانی هستند که سر کار برمیگردند. ارکستر اینجاست تا چند آهنگ از آلبوم جدید ملودی گاردو خواننده جاز آمریکایی را ضبط کند. البته او به آنها ملحق نمی شود. او در پاریس گیر کرده و از آنجا در اجراها شرکت می کند. روش عجیبی برای ساخت آلبومه، مگه نه؟ آره خیلی عجیبه، اما چیزی که باعث میشه در این دوران به کارمون ادامه بدیم وجود همین خلاقیت هاست. خیلی عالیه که بدونیم همه چیز از دست نرفته و برنامه هایی که ریختیم و مجبور نیستیم متوقف کنیم. این قدمی کوچک برای استودیو عبیرود است. با وجود کووید 19 آینده مشخصی وجود ندارد. این بیماری تأثیر زیادی روی نوازنده ها، شرکت های ضبط و انتشار موسیقی و تهیه کننده ها در صنعت سرگرمی داشته. این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.